خداوند به عنوان معلم تاریخ، به عنوان بنیانگذار یک رنسانس در جهان، نه در ایران، ارزشی به بلندای کهکشان دار. ولی خداوند به عنوان یک مبارز و به عنوان یک سرباز هم وطنان گرامی، به راستی سوگند در تاریخ ایران، درود بر شما، زنده باشید. بله، بله، نه من اصلا برام مهم نیست. افتردی زنده باشید، من سپاسگزار شما هستم. نه، مطلب من چیز دیگری هست. من مجبورم، من باید از صد فولادوند بگذارم. من به شما بگم، من خرسند هستم موقعی که این مسئله این گونه پیش میاد. من خرسند میشم که توضیح بدم. به راستی من متفاوتم با فولادوند. دوستی من نباید اشتباه بشه. آها، این پس تغییر داده شده. درود بر شما، زنده باشید. من بهترین سپاس رو دارم به شما جناب سربی گرامی. زنده باشید، زنده باشید. توضیح جناب سربی این بود که شخصی این نوار رو گذاشته و تغییر داده سخن فولادوند گرامی، که من جانشین ندارم. من که گفتم من جانشین هستم، مثلا متفاوتم. به عنوان یک سرباز فولادوند به راستی نه تنها هیچ تأثیری در جریان مبارزه در ایران نداره، بلکه صد راه مبارزه هم شد فولادوند. اینو من بگم، این از احترام من به فولادوند هیچ چیز رو کسر نمی کنه. ولی فولادوند به راستی به عنوان یک سرباز یک ناکامی بیشتر برای خودش و برای ملت ایران نبود. فکر میکنید که ندانستن قانونمندی های مبارزه هموطنان گرامی باعث چقدر صدمه به ملت ایران شد؟ اگر سخنان فولادوند گرامی رو در ارتباط مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی، من در این رابطه سخن میگم، برای اینکه من سربازم، تمامی سخنان فولادوند در ارتباط تاریخ، در ارتباط به قول معروف اسلام، در ارتباط هر چه که گفتن و رنسانس ملت ایران و جهان، من روی چشمم میذارم و فولادوند در قلب من هست. ولی به عنوان یک سرباز فولادوند اشتباهات جبران ناپذیری کرد که کسی که بخواد بیاد بنشینه و بگه من سرباز این سرزمین هستم، حالا جانشین فولادوندم، جانشین چه؟ جانشین ناکامی؟ چگونه سرباز میره و خودش رو اسیر دست جمهوری اسلامی میکنه؟ چگونه؟ کم جوانان ملت ایران، کم جوانان این سرزمین به خاطر اشتباهات فولادوند دچار تنابدار و به قول معروف مسلسل جمهوری اسلامی نشدند. من از شیوه مبارزه سخن میگم، من از قانونمندی مبارزه سخن میگم، من از اتحاد ملت ایران سخن میگم، من از ارتش شاهنشاهی ایران سخن میگم، من از مبارزه مسلحانه و در روبروی به قول معروف جمهوری اسلامی ایستادن سخن میگم.
به حال سخنان من رو نه از دهان فولادمند نه از دهان هیچ دیگر سرداران تاریخ این سرزمین نشنیدید. میخواید من رو عصبانی کنید، موفق شدید. هزاران بار گفتن که من به تنهایی، هیچ کاری از من ساخته نیست. تفاوت من با فولادمند این هست که فولادمند گفت من میکنم، گفت من جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنم، گفت کسان من در درون میهن یه شبه دست جمهوری اسلامی رو، سران جمهوری اسلامی رو میبندن و من فردا زمام امور این سرزمین رو به دست میگیرم. همه تنها رو گرامی سخن من رو توجه کنید. یاران انجمن پادشاهی ایران، کسانی که عاشق فولادمند هستید، عاشقتر از من نیستید. من همه زندگیم رو در راه فولادمند دادم و در راه این مبارزه و هیچ به قول من پشیمانی هم ندارم. شیوه فولادمند رو دیدید و ناکامی و عدم به قول معروف موفقیت فولادمند رو دیدید. از کیش شخصیت باید دست بردارید. هزاران هزار بار گفتم که من سفیر هیچ کس نیستم و هیچ سربازی نمیتونه کفالت یک ملت رو به عهده بگیره. دیگه از رضا شاه بزرگ قدرتمندتر کسی نبود. حتی ارتش شاهنشاهی داشت. کفالت یک ملت رو یک نفر اگر بخواد به عهده بگیره به سرنوشت رضا شاه بزرگ دچار میشه. محمد رضا شاه کفالت یک ملت رو به عهده گرفت و به این سرنوشت دچار شد. فولادمند همچنین. تا اونجا که ملت ایران متحد نشه، تا اونجا که بزرگان این سرزمین کنار هم قرار نگیرن، تا اونجا که ارتش شاهنشاهی ایران بازسازی نشه و یک مبارزه مسلحانه خونین در مقابل جمهوری اسلامی اتفاق نیفته، هم بطران گرامی هیچ آزادی و رهایی نخواهد بود. این سخن من هست، سخن فولادمند اینگونه نبود که من هرگز جانشین ناکامی نخواهم شد. مطمئن باشید این رو. هزاران افتخار به فولادمند دارم ولی من هوشنگ هستم. من در مقابل فولادمند گفتم استاد گرامی من دنبال روی هیچ کس نیستم. به راستی سوگند، نه در فلسفه، نه در ادبیات، نه در تاریخ، نه در جامعه شناسی، نه در روان شناسی، در هیچ رابطه ای دنبال روی هیچ کس نیستم. توضیحی که جناب سربی دادن این بود که این نوا رو اگر تا دو روز پیش این گونه بود که کلیک می کردی فولادمند می گفت که من جانشین، ما هم که گفت اول شما نمی دونید سخن فولادمند رو که گفت من جانشین ندارم، قبل از اینی که بخواد به زبون بیاره با من مشورت کرد. شما نمی دونید. شما خیال کردید که من به راستی سوگند ذخیره چه میگن من انبار اسرارم. آنچه که فولادمند گرامی گفتن، هموطنان گرامی، در ارتباط مبارزه و در ارتباط سرنگونی جمهوری اسلامی فقط و فقط خوشایند ملتی که
در طی تاریخ به بردگی کشانده شده بود بود که گفت من برای شما مبارزه می کنم و سخن من این هست که شما باید برای من مبارزه کنید، زیرا که من سخن کورش رو میگم، من سخن داریوش رو میگم، من سخن فرهنگ رو میگم، من سخن رضا شاه بزرگ رو میگم، من سخن افتخار ملی رو میگم، شما باید مبارزه کنید، من برای شما هیچ کاری نمیتونم بکنم جز رهبری کردن یک مبارزه، دم پیروزی رسوندن شما.